نو، زندگی نو. درامه رادیویی بی بی سی. علاداد در هنگام گذشتن از علاداد را در هنگام گذشتن از سرک موتر زد و شدیداً زخمی شد. رحیمداد با داد و فریاد به کلینیک آمده و گریه میکرد که گویا علاداد جانش را از دست داده. بله، گلخان به او اطمینان داد که پسرش زنده است و دکتران مصروف تداوی وی میباشند. حال باز هم از گلخان میشنویم که در مورد علاداد به شکریه چه میگوید. سلام علیکم مامی. و علیکم بسلام گلخان، مانده نباشی. زنده باشی گلخان. بچیم دین روز به وارختایی کلینیک رفته بودی، خیرتی بود. باز دیشب هم خانه نامدی، چی گپ شده بود؟ زیاد خیرتی هم نبود، یک حادثه شد. رفیق ما موتر زده بود پیش او، شوتر کرد. وی بیچاره، ای رفیقت کی است؟ از همین نزدیکی هست یا که بیگانه؟ نه بیگانه نبود، از خود بود. بچه را امداد ده بالا، او را در بازار ولسوالی موتر زد. شکیبا چی کردی؟ کل گلاس ها را نگین نگین کردی برم؟ از کارت کرده بیرانی زیاد است. ما بقصد نکردیم بوبو، ما چم کیه کرده چی شد؟ پایم بند شد، پیاله از دستم افتید. توبه خدایا، او دختر چشمای توا کرده را برو، که تی رقم ریخت و پاشت خانه ما خانگک خود ساختی. خیر از شکریه مامی، شما ناراحت نشد. شکیبایی کار قصدی نکرد. شکیبا خوار، تو هم احتیاط کرد که شیشه در پایت نرفت. گلخان راست میگه، برو جارو را بگم و شیشه را جمع کن که در پای کسی نره و پایش نبره. جارو همینجا دم دستم است، جارو میکنم بوبو. حالا چرا گریان میکنی؟ ما خود کدام چیز بد نگفتمت، همه که گفتمت که احتیاط کن سر مال خانه. بس بودی که به تو گریان نمیکنم بوبو، اما تفسوزیم آمد که ناف فکر ما نگرفتم و پیاله از دستم شکست. مای سویت سستر شکبا، من که بازار رفت پیاله نو آورد. عشقی تو از پیاله کده زیاد قیمتی بود. راستی گپ ما از دست شکیبا خاک دود شد. آلو ولاداد از موتر زدگی زنده مانده یا نه؟ شکر زنده ماند، فقط از سه پای و سر کمی زخمی شد. شادیه، تو به خدا نکلکی نیلا کو، برای من اگلاس چای برکی بسیار تشنستم. شادیه، باز کدام مالای تجارتی در دریا غرق شده که چرت میزنی؟ گفتم بخی برای من اگلاس چای بره. نه چیز گفتی مجید؟ من خوب نفهمیدم. نه میگم من نفهمیدم، از کیف تره که دنبوره میزنم که چای بره هیچ وشت نیست. تو هم اگه وجای ما باشی فکر وشت از دست میدی. چرا؟ تو را چی شده که فکر وشت از دست دادی؟ نان میخوری؟ او میخوری؟ ما و اولادایم در گرد و برت هستیم، دیگه چی جنجال داری؟ شکر که هستین، مرا غم دور موندن موجوب و مینه از درس و سبق بیخی خورده و از بین بردیم. تو خود چاری هر کار پیدا میکنی، برای جنجالم یک چاره پیدا کن. اگر دست سر دست بشینی چرت تو هم دائم خراب میباشه و اولادایم هم چیز را یاد نمیگره. حاجت گفتن تو نیست، من خودم در قریه گرد گرد گشتم که برشون معلم خانگی پیدا کنم، مگم کس قبول نکرد. کی را گفتی که قبول نکرد؟ شکیبا دختر فتی خانه. گفتم چرا که تعلیم یافته است؟ نگم قبول نکرد، گفت که خودش در پانتون است و یک عالم سبق بر خواندن داره. باز گفتم نرگسه بگویه، گفت وام در کارای شورا بند است. خیلی یک نفر دیگه یادت رفته که هم تعلیم یافته است و هم بسیار لایق و هوشیار. کی است که من ازش خبر ندارم؟ تو بگو که اگه شد پیشش برم. امیده سنوی اکبر، بسیار یک سیاسر خوب است و در پالوش لایق و تعلیم یافتام است. او گپ خواه است، مگم امیده در دفتر کار میکنه، از دیگه سو جغات خانه خودشان زیاد است، گمون نکنم که قبول کنه. اوه نادیده موزر از پای نکش، تو خو یک کرد پیشش برو،
باز اگه قبول نکد یگان چاره دیگه برش پیدا میکنیم. تو هم راست میگی، میشه که قبول کنه، آدم باید از کوشش خود کنه. آه یک کرد بیکار بودی، خانهشان برو و روبری کتش گه بزن، باز اونو وقت برات معلوم میشه که قبول میکنه یا نه. خیمه رفتم دیگه، کلانا گفتن که در کار خیر باید آدم عجله کنه. کجا میری؟ اول برام چای بیار، باز برو. برو خودت بگی که ما برم غم موجب مینه را بخورم. چقدر تلاش درس و سبقه داره او؟ ناق گفتمش، حالا کی چای دم کنه؟ بیا، کیستی؟ تک تک نزن، دروازه واز است. گلاله خور، اجازه است. بیا بیا ناظر، خیریت باشه. چطور کجا آمدی؟ وسط که آمدن رفتن چوا، ما از بیکاری نامدیم. یک مریض خوار و زار و اردم شهید زخمی شده که باید از پانسمان کنی. کی زخمی شده؟ چرا تال طول میتی؟ روانش کو پیش ما که رو غمش خورده شوه، معلوم میشه که اوگار است. معلوم دا، صدقی اوگار موگار چوام، این همو زخمی و اوگار پیش روی تستاده. از خیرت کده پانسمان کو که نمارو اولادش یتیم نشه. چی پای میزنی ناظر؟ بسار هستی یا نه؟ ما خدا جان تو کدام زخم نمیبینم، میشه که خو دیده باشی. او صدقی خو خو دیدن چوام، خو ندیده. اینه باش که من گوشم پیش بیارم، سایکو که چه رقم ضربه دیده. خیال میایه که کدام موتر از سرش تیر شده. ناظر تو هم از که کجور میکنی؟ گوش جور تیار است، نه زخمی شده و نه اوگار، یکم کبود گشته. این چرا تو شده؟ صدقه شد و ناشده چوام، پشت گپ زیادش نگرد. چی بگویم؟ از کی بنالم؟ حالا چرا نگویی؟ اما اصل گپ بزن، کی بوده که تو را تو ساخته؟ معلوم میشه که گوش تا کش کده و خوب تاو داده. او صدقه گوش تاو داده گیم شوام، اگه میماندم دست از او ظالم میرسید، بینیمم از بیخ جدا میکرد. آل نامشه بگی که کی بود که قنالش میکنی و معرفیش نمیکنی؟ البته ترسانده اید که اوش کنی به کس نگویی. نه، صدقی کسو کوی چوا، بابی قصابی ولسوالی میگو که دم توره نمت گرفته. اینال اگه بگویم اولش خود سرم قار خواد شدی. من چرا قار شوم اون حاضر؟ تو بگو که بشناسمش و بفهمم که چوری کار کده. ای خود ظلم است، باید است که بازخواست شوه. او صدقه پرسان و بازخواست شوه. اونو کریم تا که تانست گوشمه تاو داد، دلش بود که بزور در کلینیک در آیا، نماندمش. آل کریم خو بر مای نکده نامده بود که تو مانه شدی. بیازم مشناختی که بیادرم است، چند تاگه کلچه خانگی آورده بود. او صدقه کلچه خانگی چوام، من خوادم راستک هستم، همو وظیفه که بهم داده بودین همو رش را کدم، مگم کریم در حقیم نروایی کرد. خیر است، ما کت کریم گب زدیم، تا مزیباد کت مردم از حوصله کار بگی و به خوبی کتشان رفتار کو. خلیفه بلایت بگیر علاداد بچه یک دانین، این ملم و پدی برد فایده کده یا نه؟ زخمای سر پای چطور است بچه؟ خیر ببینی آقا، یک چیز فایده کده، از او روز کده کمی خوب استم، مگم بیخی بیچخت خوب نشدیم. خلیفه بلایت بگیر، این چی رقم خوب استی؟ اگه خوب می بودی خیلی چرا سرت بنداج است و در پایتام گچ؟ از دگه آقا، انشالله یام زود خوب میشه. رقم که من ضربه خوردم موتر و گارم کد، دفتنی خو نمیشه که در آگت شو. آستا آستا خوب میشم. چرا کم جور میشی خلیفه بلایتا بگیرم؟ تو باش که موتروان ظالم در چنگم بیایه. بازه قشمیتم، اما قپرسان کو که در کجا هست، رد و رودش معلوم شوه، باز دیگه شب برای ما با. گمشگو آقا، من خوب استم،
حال او محترمان خکت ما کدام دشمنی نداشت که مرا به قصد داده باشه. حتی او سلک و خیره. خلیفه بلای تا بگیره جب گا پایی میزنی؟ او سلک و؟ ایچه رقم او سلک کنم؟ تو به این حال افتیدی؟ من دو زیر علاشه بشینم؟ کجا میری آقا؟ که یک دم رایی شدی؟ صبر کو. گبت معلوم نه بقار و نارامی حرکت میکنی. مرا خو بگو که بفهمم. چی را بفهمی خلیفه بلای تا بگیره؟ مرا خیال کدام آدم بیتلخه کدی؟ که ایس صدای من نکشم؟ میرم موتروان پیدا کده کتش معلوم میکنم. اینه او آقا، اینجا گبت تلخه و غیرت از کجا شد؟ او خسر معمله نکده. یک غلطی شد، یک پشتش نوردار. تو چی میگی خلیفه بلای تا بگیره؟ ارزست امو موتروان جو جو شده در این بستر افتادی. انوزا میگی که پشتش نوردار ولیکه بالام بکشه اگه بانمش. آها راستی تو امو نشانی شبه او که کجا میباشه؟ ما جایش ندیدیم. من این گپ مرم گوش که آقا، قصد و قزگیریش فایده نداره، کلگی ملامتت میکنن. باز در امی کار موتروان گناهش نبود، ما خودم بی احتیاطی کردیم. حالا دیگه جنجال نو جور نکو. زندگی نو، درامه رادیویی بی بی سی. گلخان شب را در کلینیک سپری نموده بود. شکریه علت این کار او را پرسید. گلخان اظهار داشت که علاداد را موتر زده و شدیداً زخمی بود. به همین دلیل شب را در کلینیک با وی گذشتاند. اکنون از شکریه میشنویم که از چه سخنه متاثر شده و به شکیبا چی میگوید. در بگیره خوشش قبلت سکرک مونده همچی کنم هیچ باق نمیشم. شکیبا؟ او شکیبا؟ چی میگی بابا؟ صدایت میشنوم بگو. دکدار گوره کندستی هیچ صدایت نمی براید. اینه داشت پس خانستم ظرفاره میشویم. چیزی میگفتی؟ آه تو بیا که یکپ برد بگویم. خی صبر کمی دستای موکش کنم اینه میایم. آجت آمدن تو نیست، اینه من خودم آمدم. خیرت باشه، ما چون بوبوی مره چی گذاره کس بودی گفتنش این داشت پس خانه پیشم میایه. بی دگه توم بلا کدی، چند تا کاسه و مشقاب بود از چه خواهد پتره که دششتنش گلونگ استی. خلاص که دگه کتویق ظرفای شمانده باستانی پاک نمیشه بوبو، از امی بوده دیر شد. راستی مره چی کار داری؟ ایچ کدام کار ضروری نبود. گفتم باش که چی میکنی؟ درسای پوانتون ما خواندم، آن آمدم که ظرفا را بشویم. یکم سمال کده ظرفا را بشویی شکیبا که کدام تایش نشکنانی. دل جمع باشه بوبو، او شماست، به احتیاط میشویم. خیدینه روزوشه تو فکرت در کجا بود که یک پرنو ظرف زدی و در زمین شکستان دی. هیچ نفهمیدم بوبو، اما تز دستم خطا خورد. خامخا کدام گپ خوب بود، چرا که رنگ روخت یک رقم پریدگی وار معلوم میشد. هیچ گپ نبود بوبو، چرا که پرسپال میکنی؟ پایم در زمین بند شد، تفتیدم ظرفا میده شد. دهیده که چی گپ است؟ خودگه من هرچی که پرسان کنم تو اصل گپ بخشم نمیگی. مقصد همه که میگمد که اوشو تا دسرت بگی و بعد درس و سبق پانتونت فکر کن که خدای نکده ناکام نمانی. اما تو میکنم بوبو، آجت گفتن تو نیست. بیاز خودم درسای من میخوانم، چرا که یک چند وقت بعد امتحانای ما شروع میشه. راستی اگه به دگرم باید برات بگویم که دهی غایتا یگان کارای بیرقم میکنی. اونمو فتیخان خوشش نمیه، مقصد اوش طبیگی که اگه سرت بفهمه دکلان جنجال اخته میشی.
بیا بیا ناظر، ما میگم عجب کار کردی، در بسیار وقت خوب برم چای آوردی، هم خسته هستم و هم تشنه. صدقه تشنگی و خستگی چوام دکتر صاحب، نوکرت خود خدمت است، هر قایت تو چای بخوایی این ناظرت حاضر است، فقط امرت بکار است. خیر ببینی، زنده و سلامت باشی. راستی دستای چرا میلرزه؟ همه که خنک کردی یا ضعیف شدی؟ حال هوا مسابق کده گرم شده، چرا تو میلرزی؟ صدقه گرمی و سردی چوام دکتر صاحب، این لرزش دستایم از خنکی نیست. خیلی دیگه چی گپ است؟ نیک پیری و زهیری لغتت کده که در یک چای اردن دستایت میلرزه. صدقه لرزیدن چوام، نام پیری و زهیری را قزود بخش نگی که دلک مفته. منوزا از دنیا چی خوردیم؟ چی بردیم؟ یه خوش بچگک هستای. ما میگم زنده خوب باشی ناظر، خوب گپای خنددار خو میزنی، خیلی دیگه چی گپ هست؟ صدقی گپ و سخن جواب، اصل فقر دیگه چیز است. اگر راز بگویم، از وقتی که یک آدم شق و شله را گوشته می دادیم از امو وقت بطر دستایم لرزه پیدا کده. یارا ناظر، من میگم در معلوم کردن مریضا غلط فهمی میکنی. دکتر سیب سمال سمال، دیگه چای نخوری، مرا پیاله را صدقی پیاله و گیلاس و کشید چوار. چی میکنی ناظر؟ پیاله چای به چون از دستم گرفتی؟ بان که بخورم که بسیار خسته استم، تشنگیم برایه. صدقی تشنگی و خستگی چوار، تا که ما اجازه خوردن چای یا هر چیز دیگر برات ندادیم در دانت نزنی. مقصدت از این گپ چیز ناظر؟ ما چرا در خوردن چای از تو اجازه بگیرم؟ گپ چیز؟ صدقی اجازه چوار، در دنیا هر قسم آدم های بخیل، کنجوس، بدبین زیاد است. خدای ناکده نشه که در چایت یا در نانت کدام زار مار پرته. بازو خواهی چی خواهد در سرم باد کنم ها؟ یارا ناظر، چی گپایی را فکر میکنی؟ مرا بده پیاله چای من. صدقه چای چلمه چوا، بعد از این هر چیزی که بخشت آوردم اول خودم چشک میزنم، بعد از او که مطمئن شدم برای تو میارم که بخوری. اوش کده باشی که کار را نکنی، ما پس خورده کس را نمیخورم. کار که مربوط تو نمیشه دخل و غرض نگی، متوجه وظیفه خودت باش. شازیه، تا جایی که فکر میکنم امی خودت را رگم کردی و لاغلطی سن خانه ما آمدی. نی را خو غلط نکدیم، اگر راست پرسان کنی پیشتان شرمنده استم، از سی کارای کارخانه و خانه برتان هیچ وقت رسیدگی کده نتانستیم. دشمنت شرمنده شوه، گدید مزاق کدم، میفهمم که کلگی کلاونگ روزگار خود است، اما خودمون به کسی رسیده کده نمیتانم. امروز هم از بودی یک کار ضروری پیشت آمدی، خدا کنه که قبول کنی و گپ ما در زمین نندازی. اگه کاری که میگی از رخم پوره باشه، هیچ وقت دروید نی نمیگم. ما چم با خبر هستی یا نی که به خاطر ناجوری کرونا کل اشتکا از مکتب رفتن و سبق خوندن موندن. این ناجوری تنها سر مکتبانه که سر کل تاثیر خود کده و از کار زندگی موندن. اون خوب است که میفهمی، اولادای ما هم سبقای خود نمیخوانن که میگمشون میگن تا یک معلم نباشه چه قسم سبق خدا بخونیم. گپشون بی جای نیست، بی رهنمایی معلم شاگرد که میتونه سبقای خدا برقم سعیش بخونه. چرا در کورس شاملشان نمی کنی؟ که میشه میده خور، کورس ها در بازار لسفالی است، را دور است، میترسم که گم نشن یا کدوم فساد دیگه در عقشان نشن. سابق خوب بود که یک معلم صاحب در خانه میامده و سبق میدادشون. حالا چرا معلم صاحب سبق دادن نمیایه؟ او از اینجا کوچ کده و رفته، بجایش هم دیگه کسا پیدا کده نتانستم. باز مجید گفت حمیده را بگو، شاید که قبول کنه و خانه بیایش تو کار سبق بده. مجید بیادر خو گپ بد نزده، من سبق دادن بسیار خوش دارم. الا راست میگی، من میگم اگه این کار کنی مرا خریدی. این کار ثواب داره، اگه آدم بتانه بر کسی یک کلمه یاد بده کلان اجر کمایی میکنه.
الان من میگم خدا خیرت بده، شیشته بخوری و استاده بپوشی. سر از سبا بخیر منتظر تستم که بیایی. سبار خوزیات چشم برا نباشاز یخور، میشه آمده نتانم. چرا؟ نه که پس پشیمون شدی سبق دادن نمیایی؟ وار خطا نشو میایم. گفتم یک کرد که دی قنبرگل مشوره کنم و نظر از او روم بگیرم، کان و نیش معلوم شوه، شاید سبا آمده نتانم. خلیفه بلایت بگیرم، من چون تیالادات باز چی شده؟ برخی حالم که دمو تکر موتر لین مغز شور خورده. رحیم داد مانده نباشی. آبد خوار سلامت باشی، خدا کمت نکنه. راستی چطور تو چورتی و سودایی در بغل دیوال ششتی؟ خیرت خواست؟ خلیفه بلای تبیره، از بده بچه اگدانه و نازدانه ملادات چورتیستم. من چون که خبر داری آنه، چند روز پیش موتر زدش، حالی هم چندان بسر نیست. آه خبر شدم، از بودی هم آمدم که اوالش پرسان کنم خوب شده نشده چی رقم گپ هست؟ خلیفه بلای تا بگیره، وقتی که باید خوب شده نشده، همین بچه دار و ندار زندگی بس، میترسم که از دستم بره. خدا نکنه، در دلت بد نگردان، گریان و نالام نکو، فایده نداره، خدا استوار بگی، خوب میشه بخیر. بسیار خود استوار گرفتم، خلیفه بلایت بگیرم، مگم اولاد اولی دل است، که دل آدم آرام بوده بیتانه. در این وقت روز مچم کی تو لامه زنه، چه خوب صداها داره. خلیفه بلایت بگیرم خمارو، کی از دیگه که در طول زدن تیار باشه، الان داد مادر مرده است. خو راش میگی، چقدر خوب که از کلینیک رخصت شده و خانه آمده. خی تو چرا جگر خون هستی؟ چی بگویم آبده خوار، رخصت خوش شده، مگه منوز بیخی خوب نشده. هرچی میگم که در جای خود خوک و خوده میکنه، هر سو میگرده. غرض نگی جوان است، اگه مانده و زله شد خودش میاید در جای خود مفته. خلیفه بلایت بگیرم، ما هم کده میگه پای تو پناهش به خدا میکنم، با نشه هرچی که میکنه بکنه. خلیفه بلایت بگیرم، به کدام چور غلق شدی خوارو؟ کی از گرد زدن ماندی؟ بر ما یک سوال پیدا شد، دالت مریضی چطور شیمه داره که قخوب طوله میزنه؟ خلیفه بلایت بگیرم، من چون البته همون گرمیانایی که از بده ناجوری خود خورده مغزش چپه کرده. نو زندگی نو، درامه رادیویی بی بی سی. شکریه که به خاطر شکیبا رنگ می برد به او گوشزد کرد تا متوجه خود باشد و اندیشه بیجا را در دل جا ندهد. شکیبا متاثر بود که علاداد را موتر زده، ولی کوشش می کرد تا این تاثرش را در دل نگه دارد و مادرش به آن پی نبرد. حال بیایید بشنویم که شکیبا چرا بالای حمیده عصبانی است. کنم. با شکیبا چطور کششتی؟ گمش که همیده چی دیوان نگیز نزدیک داره که فکر شده بودم، آدم موشیار خوی کار نمی کنه، بی خبره که آمدی در بغل گوشم بکدی. تا
خیره شکیبا، ما از دور دیدم که در چرت های دنیا غرق بودی. گفتم باش که تی چوخی کنم و بترسانمت. برو بانم آمیده، چندان کار نکدی که خوش آمستی و خنده میکنی. چرا بترسانی؟ اگر ما تو چیز میشد مرا بزرخای جواب دادنت سخت بود. اینا ای وزی که مرا شاباسی و آفرینی گتی سرم قارا میشی. غیر از مکو امو تا آدم که پت پت آمده به تاناویتی یک کار کنه. برو دگه امیده که ناقص پیشم خفه خود شدی. دگه هیچ که تو ما مزاق نکو، اوصله تو چیزا را ندارم. بان دگه شکیبا، کت از این قار شدنهای ساختگی و پیشانی ترشی ناقید، نه مرا بازی داده میتونی و نه مزاق بس میکنم. مچم تو چه رقم خورخون درستی امیده؟ هیچ در فکرم نمیگش که تو جورم بتی و جگرخون بسازیم. وی شکیبا، ما مزاق کدم، دم قگه پشگاه جاری شد؟ خفه نشو، مقصدم تو نبود که تو را جگرخون بسازم. یک شوخی کردم که دید خلاص. این رقم شوخی این سر اصاب آدم تا سیر میکنه. مگم تو خنده تا کده رایم نمیزنی؟ برو دگه کارت ندارم، بیخی نزدیکم نبیا. آلا چرا تو نارام هستی؟ که این خنده و مزاق سرت بد میخوره. هیچ باورم نمیامد که قپریشان باشی، چی گپ هست؟ پشتش نگرده میده. رایت بگی برو، بان هرکس میفهمه و کارش. تو از دل ما چی خبر داری؟ حالا مورا بگو که مام در پریشانی چریک شوم، یک راه و چاره بر حلش پیدا کنم. خیر از ما کتی کمک میکنم. هیچ کمک کار ندارم. اینه بیخی از اینجا میرم سون خانه. چرا که پرسان که در حسله ما میبری؟ بس فامیدی کس، عجب واده سر وقتم رسیدی. ناظر تو بیگمی بوجیگه که سودای ما تا پل دی پایان ببر که مرا زله ساخته. سمال سبکی زلگی و ماندگی چو ملک آدم خان، ای گپه پس بگی. حال ناظرت کت شاف آلوده نمیخوره و کت آروس مالیده. ای جوالیگری و باربری را خود جاش بار. من از تو پرسان میکنم که کدام گاه داکتر کلینیک سودای تا پشت کده برده؟ بس با امیدی که از عجب سوالای میکنی ناظر. داکتر از خود وظیفه داره، او را به بردن سودای دیگاه چی غرز؟ او صدقی غرز و مرز جواب با خبر، ما هم داکتر شدیم. بس با امیدی که از بخیالم بازه کیم جگری را شروع کدی و مردم اکت دواهای یونانی علاج میکنی. قرار صدق علاج و نایلاج چوام. آل گپ من از دوای یونانی تیر است. خودم رسمی در کلینیک بازار ولسوالی مقرر شده. ای چه قوخت است که صحبکی صحبکی از کل لگی که دعوال آزیدی ممور میکنم. خب بس بامدی کسی چی رقم در اونجا را پیدا کدی ناظر؟ کی مقررت کرد؟ در یو آدم مقرری و کاریافتن با آسانی در دست نمی آید. صدقی دست پای چاو ملک سیب، مزلیاقت و فامیدگی در امتحانش که بسیار سخت بود کامیاب شدم و از رحیم داد شروع تا چیز نفرایی که امتحان دادن آمده بودن کلشان شکست دادم. خیلی مبارک باشه که تی شیر نیش. بس فامیده که از شیره نگفتی که در کدام بخش کلینیک وظیفه گرفتی که یگان قاید بیایم پیشت؟ صدقی آمدنت چوام، ما بحیث صفاکار کلینیک مقرر شدیم. هنوز تنخواه اولم هم نگرفتیم. بس با امیدی کس، از تو کده آدم خوشبخت در کجا پیدا میشه؟ تالید برکده. صدقی تالیم شوام، چطوری گپ زدی ها؟ من خو نفهمیدم. سر جوی طلا و نقره استی او ناظر. بس با امیدی که از همه ککیوشی تا بگیری خوب سعی لودار میشی. صدقی لوداریم شوو، من خودم تمام راه و چاره بلد استم. آجت تو نیست که مره را نشان بیتی. امیده؟ شابال چی میکردی که آل پیالای چای صبح جمع میکنی؟
ای خانه چرا ای قدید و برک است؟ حالا روشو جمعش که بوبویم قار میشه. ای پیالای چای صبح نیست قم برگال، خانه ما میمان اومده بود، امی پیشترک رفت، مام جمع غند دارم. خو اینه تو بگو، من خیال کردم که پیالای چای صبح است. راستی میمان کی بود؟ شازیه، زن مجید نجار خانه ما آمده بود. خیریت بود؟ چطور که بعد از وقت تو ایال مجید خانه ما آمد؟ خامخا کدام کار ضروری داشت کرد چطور؟ گمانت بجای از قم برگال، گفت یک کار پیدا کردیم برات اگه بتونی. چی کار گفت؟ نیکه کدام وظیفه پیدا کرده برات؟ گفت اگه وقت داری روزانه بر یکی دو ساعت خانه ما بیا و اولادای ما سبق بدی. چرا اولاداش مکتب نمیره که تو را گفته سبق بتیشان؟ تو خب میفهمی که به خاطر کرونا مکتبا همه قوخ رخصت بود، کل شاگردا از درس و سبق پس ماندن. آوالا براستی همه هیچ فکر اومده ای گب نبود. از همی خاطر شازیه پیش ما آمده بود که کتی اولاداش کمک کنم که درس بخوانن، چرا که بدون معلم بتنهایی نمیتونن چیز را یاد بگیرن. اونه خوب است که ایالداری مجید در فکر درس و مکتب اولادای خود است. براستی هم که شازیه بسیار زن زحمتکش است، هم در کارهای خانه و هم در کارخانه روبسازی و در درس و سبق اولادا اوش خوده میگیره. خوب از تو از بوده درس دادن اولاداش بر ایالداری مجید چی گفتی؟ گفش قبول کردی یا نه که جوابش دادی؟ به خدا اگر راست بگویم من هنوز برش وعده ندادیم. گفتم باش یک کرد که تی قنبرگل مسلات کنم باز برای تحوال میتم. آفرین، بسیار کار خوب کردی. اگه به دل من میکنی رفتن تو در خانه مجید کار خوب نیست، من اجازه نمیتم که تو اونجا درس دادن بری. میخو کار خوب نمیشه که من شازیه را جواب بتم، دلش آزرده میشه، هرچی نباشه همسایه ماز سر ما حق داره. سعیست که سر ما حق داره، مگم رفتن تو در خانه از واسه ای نیست. خیلی حال ما بر شازیه چی بگویم؟ بیچاره با یک امید پیش ما آمده بود. بگویش که اولادای تا همینجه خانه ما روان کو که سبق بتومشان. تو هم راست میگی قم برگل. خیلی تو کس؟ ما با شازیه حوال میتوم که اولادای خود سر از صبح خانه ما روان کنه. ای های چقدر شده که شکی باره ندیدیم اولشان ندارم. علاداد و علاداد، تو را میگم خلیفه بلای تا بگیره، صبر کو کدام تو را ایستی؟ ده ای وادا آقایم ده کجا بود که گلال غوزه کور سوز کرد؟ باش که خود از گیرش بود کنم که نبینی. نه تو را میگم علاداد، چرا تیره تا میاری؟ استاد شو کدی پای افگارت کجا روان استی؟ چی میگی آقا؟ چرا تو علا پتا صدا داری؟ خلیفه بلای تا بگیره، تو را کی گفت که از جایت بخیز و بیرو برای؟ نمیبینی که پای دگچ است؟ یکی را خب میگفتی که کدید کمک میکرد، چرا تنها بر اومدی؟ آجه تو کمک کردن کسی نیست آقا، حال خودم گشتم میتانم، اینه اصحاد دستم است. کار خوب نکردی جانی آقای خود، هنوز پای دگچ است، سعی کو کدی آسا چوبم سعی گشتن نمیتانی، خلیفه بلای تا بگیره. تو ناخ سودا میزنی آقا. ما شکر خوب استم، سمس ای که تاسو چوب را گشته میتانم. نمیشه خلیفه بلایتا بگیره، دور بخو. اگه ما در خانه می بودم نمیماندم که جای بری، یک چند وقت دیگه هم در خانه باش، خوب که پای جور شد باد ازو برای. یک کرد بخشت گفتم که جور استم آقا، چرا گپ ما قبول نمی کنی؟ خلیفه بلایتا بگیره، حال چی ریخته و چی پاشیده که تو کده پای پلستر کدگیت بر آمدی؟ اما که خوبو که کجا میری؟ ایچ، اما تو یک چکر تا قریه دی پایان میرم. خلیفه بلای تا بگیرم، قریه دی پایان چی میکنی که میری؟ خیرت است؟ خیر و خیرت است آقا، دخانه دقاورده بودم، گفتم باش برم اندیوالم قم برگل ببینم، یک ساعت که تیش درد دل کنم که فکرم دگه شوه. ای نه خلیفه بلای تا بگیرم، مرا گب نته، ما میفهم که از بوده چی قریه دی پایان میری. اینه برات عذر میکنم، پیش دی گپا و سخنهای سابق نگرد، دور بخت خانه بریم. تو غلط فهمیدی آقا، ما به دیدن قنبرگل میرم، دیگه کدام گپ نیست. خلیفه بلایتا بگیره، هرچی که از خودت میفهمی،
مقصد دکتر گفته گشتن به پای تاوان میرسانه. مرا دست پیشو که خانه بریم. بازجور کشیدی دیدن قنبرگل برو.